Hello everybody, my name is Narjes. Today I'm with you with a part of Persian language teaching. سلام، نرجس هستم، امروز با شما هستم با یکی از قسمت آموزش زبان فارسی مبحث امروز ما حرف را هستش حالا میخوایم ببینیم اصلا این را چی هست؟ بعضی از دستور نویسان میگن که حرف را یکی از حرف های نشانه و نشانه مفعوله و کلمه یا گروهی که قبل از را بیاد نقش مفعولی میگیره مثل چی؟ مثل فردوسی شاهنامه را نوشت فردوسی چه چیزی را نوشت ما میتونیم اینجا از فعلمون سوال بکنیم برای مشخص شدن مفعول فردوسی چه چیزی را نوشت شاهنامه را نوشت پس اینجا مفعول ما که همون شاهنامه بشه مشخص میشه را جز این که نشانه مفعولی باشه کاربرد دیگه ای هم داره مثلا به این بیت از مولوی توجه بکنین هدیه ها میداد هر درویش را تا به یا نطق مرق خیش را توی مصرهای اول را به معنای ب یا همون حرف اضافه و نشانه متمم و توی مثل دوم نشانه مفعوله یکی دیگه از کاربردهای های را رای فک اضافه است این را مضاف و مضافان علیه ها از هم جدا میکنه و جایگزین کسره اضافه میشه مثلا توی متون قدیم هرگاه هنگام بازگردانی متن به زبان فارسی معیار را تبدیل به کسره بشه به اون فک اضافه میگن مثل چی مثل من را نام حسین است یعنی چی یعنی نام من حسین است و را میتونه در معنای یکی از حروف اضافه بیاد و هرگاه بعد از بازگردانی متن را تبدیل به یک از حروف اضافه مثل از در به با بشه مثل در پیله تا بکی برخیشتن تنی پرسید مغ را کرم از فروتنی کرم از مرغ پرسید از روی فروتنی توی اینجا را تبدیل به یک از حرف اضافه که از هسته شد خیلی متشکرم عزیزان